بیش از 60 سال در حقیقت تجربه بهره برداری ازش وجود داره و بیش از 60 ساله که در مدار تولید هستش. زمانی که این نیروگاه تأسیس شد، این لوکیشن و این محل 5 کیلومتری شهر تهران بود، اما خب به مرور این نیروگاه در دل شهر تهران افتاد. از ابتدای بهره برداری خب تمهیداتی اندیشیده شد که سوخت مازوت استفاده بشه، اما بیش از 40 سال قبل کلن سیستم مازوت از این نیروگاه جمع شد، چه سیستم استوریج ذخیره مازوت و چه سیستم سوخت رسانی مازوت کلن از این نیروگاه جمع شد بساطش. و با توجه به این که در داخل شهر واقع شد دیگه این نیروگاه بل اجبار، اومدن از سوخت گاز استفاده کردن. بنابراین سوختی که ما مصرف میکنیم سوخت گاز هست و به هیچ عنوان اجازه نداریم مازوت مصرف کنیم و نمیتونیم حتی اگر بخوایم، چون اصلا سیستم مهندسی این نیروگاه به صورتی هستش که سوخت مازوت درش نمیشه استفاده بشه. لوله هایی که به رنگ زرد مشخص شدن لوله هایی هستن که مخصوص سوخت گاز هستن. این فضایی که دارید میبینید یکی از مشعل هایی هست که برای بویلر های نیروگاه ترشت استفاده میشه. همونجور که دارید مشاهده میکنید سیستم لوله کشی سیستم زرد رنگی هستش که اینجا استفاده شده و کاملا این مشعل هایی که شما اینجا مشاهده میکنید فقط و فقط با سوخت گاز دارن کار میکنن. این سیستمی رو که اینجا مشاهده میکنید همان بحث در حقیقت جداسازی کربن از محصولات احتراق هستش که اینجا به صورت آزمایشی به عنوان اولین نیروگاهی که در حقیقت این سیستم در حقیقت طراحی و بهره برداری شد اینجا دارید میبینید که کارش جداسازی کربن از محصولات خروجی از این دودکش ها هستش. این نمایی رو که اینجا مشاهده میکنید دودکش های نیروگاه ترشت هستش. الان که همونجور که عرض کردم خدمتتون نیروگاه در مدار نیست و قاعدتا هیچ اتفاقی اینجا نمیفته و خروجی از این دودکش ها نداره، ولی در صورتی هم که این خدمتتون عرض کنم که نیروگاه در مدار باشه، با توجه به که ما سوخت گاز داریم مصرف میکنیم و مازوت مصرف نمیکنیم، شما هیچ ذراتی رو از داخل این دودکش ها نمیبینید که به سمت بیرون بره. این تصویر رو که اینجا دارید مشاهده میکنید تصویر برج خنک کننده نیروگاه ترشت هست. من توی توضیحاتم عرض کردم خدمتتون، شاید بعضن دوستانی که عزیزانی که از محله ستارخان عبور کرده باشن بخار سفیدی رو در فصول سرد به خصوص بعضن دیده باشن که یا در زمانهایی که هوا سرد هست دیده باشن که به هوا متساعد میشه، از این محل اون بخار آب دقیقا متساعد میشه. و اینجا من خواستم خدمتتون عرض کنم که این هیچ نوع آلودگی نداره، بخار آب هست و حتی باعث تلطیف فضای اطرافش هم میشه. این زمین فوتبالی که اینجا مشاهده میکنید 40 سال قبل در حقیقت مخازن ذخیره مازوت اینجا مستقر بودن، ولی همونجور که طبق توضیحاتی که عرایزی که داشتم خدمتتون، زمانی که قرار شد 40 سال قبل این نیروگاه کاملا دیگه گازسوز بشه تمام منابع مازوت و تمام سیستم پایپینگ مازوت جمع‌آوری شد و این زمین فوتبالی که اینجا مشاهده میکنید در حقیقت درست شد و دوستان اینجا ورزش میکنن. رو خدمتتون عرض کنم که ما دیگه هیچ اثری از مازوت رو اینجا خوشبختانه نداریم. این نیروگاه از دو سوخت اصلی گاز طبیعی و مازوت
تولید برق میکنه که در سال 92 به علت محدودیت‌های زیست محیطی سوخت مازوت مصرف نمیشه و تمام مخازن مازوت پالوم شده. این نیروگاه بسیار پاک هستش از نظر گازهای آلاینده و خروجی دودکش‌های نیروگاه توسط سازمان محیط زیست پالایش و اندازه‌گیری میشه و ما دائما در حال بهینه‌سازی و تعمیرات این واحدها هستیم که در بهترین نحو بهره برداری انجام بشه و کمترین آلودگی رو برای محیط زیست داشته باشه. این ور به خروجی مازوت مخازن نیروگاه هست، یکی از مخازن که ملاحظه میکنید، و این پلمبی هست که روی دسته ور هندویل ور هستش که اجازه نمیده ور رو باز کنن و توسط سازمان محیط زیست در سال 92 پلمب شده و ما از این مخزن ها استفاده نمی کنیم. همینجور که ملاحظه میکنید ظاهرش هم نشون میده این ور سال هاست باز نشده، جرم گرفته و بدنش کاملا سرده، چون مازوت برای اینکه شما استفاده کنید باید گرمش کنید تا روان بشه و قابل استفاده باشه. حدوداً از 10 سال پیش به دلیل محدودیت‌های محیط زیستی استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه بهزاد ممنوع شده و این تا جایی که من میدونم مصوبه این مجلس هم هستش و ما از اون موقع مصرف اصلی سوختمون مصرف گاز هست، گاز شهری است. لیست آلاینده هایی که برای محیط زیست مهم هستش توسط این مانیتور در واقع همواره رصد میشه توسط محیط زیست و تقریبا میشه گفت ما هیچ وقت از مقادیر در واقع نرمال عدولی نداشتیم. الان همونجوری که ملاحظه می‌کنی این خط چهارم مقدار SO2 در واقع در SO2 هست که توی استک ما خروجی دودکش ما وجود داره که در واقع صفر بودن این به این معنی است که ما صرف قطعاً از مازوت استفاده نمی‌کنیم. سوخت اصلی این نیروگاه مطابق مدارک سازنده سوخت گاز طبیعی هست و از سوخت گازوئیل در صورت نیاز به عنوان سوخت دوم و کمکی استفاده میشه. نکته قابل توجه اینجا هست که این نیروگاه به هیچ وجه قابلیت به لحاظ فنی قابلیت استفاده از سوخت مازوت رو نداره و از تاریخ ساخت نیروگاه و زمان شروع بهره برداری تا کنون هم ما همواره از سوخت گاز طبیعی استفاده کردیم و در مواقعی از سال که محدودیت سوخت گاز اعلام شده بر حسب نیاز شبکه به صورت موردی از سوخت گازوئیل استفاده شده. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید الان به عنوان مثال واحد 4 ما با سوخت گاز تو مدار هست و این سیستم سوخت گاز رو اینجا همکاران در اتاق فرمان به صورت آنلاین در حال پایش پارامترها هستند. واحد در واقع 3 ما در حال حاضر به دلیل محدودیتی که تو مصرف سوخت گاز داریم در حال حاضر با سوخت گازوئیل تو مدار هست. در مانیتوری که مشاهده می‌کنید دود خروجی از اگزوز در واقع وارد بویلر بازیاب میشه و ما انرژی حرارتی دود رو بازیافت میکنیم در بویلر. آلایندگی ناشی از سوخت گاز هم که در واقع سوخت اصلی نیروگاه هست و گازوئیل به صورت مداوم توسط سیستم های پایش آنلاین داره در واقع پایش میشه و آلایندگی که به لحاظ سوخت اصلی نیروگاه در واقع تولید میشه هم در حد استانداردهای مجازی هست که در واقع به لحاظ زیست محیطی
تعریف شده. ما 3 نیروگاه در تهران داریم، نیروگاه ترش، نیروگاه بعثت و نیروگاه ری، که هر 3 این نیروگاه ها از قدیمی ترین نیروگاه های کشور هستند و زمان احداثشون به 40 تا 60 سال پیش برمیگرده و زمانی احداث شدن که در مجاورت شهر تهران بودن، که پیش بعدتر به علت گسترش شهر در واقع شهر اومده این نیروگاه ها رو در بر گرفته. نیروگاه ری ما نیروگاه گازی هست که در نیروگاه‌های گازی ما سوخت قالبمون سوخت گاز و در شرایط اضطرار و نبود سوخت گاز این قابلیت وجود داره که از سوخت گازوئیل استفاده کنه، به این معنی که در نیروگاه ری و کلیتاً نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی ما اگر بخوایم هم و گاز موجود نباشه امکان استفاده از مازوت رو به هیچ وجه در این نیروگاه‌ها نداریم. در نیروگاه‌های بخاری چرا سیستمی که تعریف شده براشون و پیش‌بینی شده اساس بهره برداریشون بر سوخت گاز هست، ولی در شرایط اضطرار و کمبود سوخت گاز قابلیت مصرف مازوت در نیروگاه‌های بخاری وجود داره. ولی دو نیروگاه بخاری که در کلان شهر تهران هستن، هم نیروگاه ترشت هم نیروگاه بعثت، به صورت تک سوخت دارن بهره برداری میشن. دو نیروگاه دیگه‌ای که در مجاورت تهران هستن، نیروگاه دماوند و نیروگاه پرند، هم در دسته نیروگاه‌های گازی قرار می‌گیرند که در شرایط نبود سوخت گاز و تخصیص سوخت گاز به اولویت مصرف خانگی با سوخت گازوئیل بهره برداری می‌شوند، ولی در مجاورت و شرق تهران هستند و اصلا تأثیری رو بحث هوای تهران ندارند. در تهران یک مطالعه انجام گرفته توسط دانشگاه تربیت مدرس و سهم هر کدوم از آلاینده‌ها رو در تعداد روزهای ناپاک هوای تهران بررسی کرده که به استناد اون مطالعه 88% روزهایی که در شرایط ناسالم هوای تهران قرار گرفته ناشی از ذرات معلق بوده، عمدتاً ذرات معلق زیر 2.5 میکرون و در 8% اون 88% ذرات معلق زیر 10 میکرون بوده. 18% هم منتسب به آلاینده اوزون بوده اون روزهای ناسالم. ولی بحثی که در مورد مازوت سوزی در نیروگاه ها مطرح هست به خاطر آلودگی اولیه گوگردی که در سوخت مازوت وجود داره میتونه آلایندگی ساکس رو تولید بکنه، که به استناد اون مطالعه‌ای که انجام شده از سال 94 تا الان که دیتاها موجود بوده و مطالعه اتفاق افتاده، ما هیچ روزی رو روز ناسالم به خاطر بالا رفتن آلاینده اکسید گوگردی نداشتیم. ولذا این موضوع خودش تاییدی هست بر اینکه بیش از 6-7 سال هست که در کلان شهر تهران و نیروگاه های مجاور اون حتی 1 لیتر مازوت هم مصرف نشده و این به خاطر تعاملی بوده که در واقع شرکت مادر تخصصی برق حرارتی با سازمان حفاظت محیط زیست داشته و خودش رو مسئول دونسته که در این راستا حرکت کنه.